مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، دو ملی پوش فوتبال ایران و بازیکنان باشگاه پانیونیوس آتن در کشور یونان. این دو فوتبالیست سرخط اخبار جهان در هفته‌های اخیر رو به خودشون اختصاص داده بودند. آن هم به یک دلیل فوق‌العاده باور نکردنی در جهان ورزش. این دو بازیکن در ترکیب تیم باشگاهیشون پانیونیوس مقابل تیم اسرائیلی ماکابی در یک دیدار رسمی به میدان رفته بودند. اما رویارویی با ورزشکاران و تیم‌های اسرائیلی از دیدگاه سیاست جمهوری اسلامی در ایران بیش از 30 ساله که مثل یک جرم دیده میشه و کاملاً ممنوعه. به این خاطر هم محمد رضا داورزنی، معاون وزیر ورزش ایران اعلام کرد که شجاعی و حاج صفی از خط قرمز نظام جمهوری اسلامی عبور کردن و از این به بعد از حضور در تیم ملی فوتبال ایران محروم خواهند بود. عبور از خط قرمز نظام؟ این دیگه چه حرفیه؟ سیاست حق نداره در ورزش دخالت کنه. خوشبختانه بعد از حرف این مقام دولتی ایران، مردم به پشتیبانی گسترده از شجاعی و حاج صفی پرداختن و توی فضای مجازی پر از قوقای حمایت از این دو فوتبالیست ملی پوش ایران بود. مهدی مهدوی کیا، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران، در صفحه اینستاگرام خودش نوشت که به امید آن روز که سیاست دست از سر ورزش بردارد. این خبر هم فوری به گوش فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رسید. مقامات فیفا هم بلافاصله از فدراسیون فوتبال ایران در این مورد توضیح خواستند. دخالت سیاست در امور فوتبال ملی طبق مقررات فیفا مطلقاً ممنوعه. آها، پس برای فیفا هم کاملاً روشنه. توی ورزش جای کارهای سیاسی اصلاً نیست. یعنی ایران واقعاً حاضره که این ریسکو بکنه و از مسابقات جام جهانی 2018 روسیه هم شاید اخراج بشه؟ امیدوارم که اینطور نشه. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم بعدش اعلام کرد که شجاعی و حاج صفی محروم نشدن. این مثل یک عقب نشینی و گل خودی حالا میمونه. فوتبال یک بازی ورزشیه، نه یه بازی سیاسی. شجاعی و حاج صفی هم باید همچنان در پیراهن تیم ملی فوتبال ایران ظاهر بشن و برای مردم ایران شادی آفرین باشن. سیاست اجازه دخالت در ورزشو نداره. سپاسگزارم از توجهتون به برنامه ویدیویی واقعاً از دویچه وله فارسی. نظرتون رو در مورد برنامه ما از طریق شبکه‌های اجتماعی دویچه وله فارسی در فیسبوک، توییتر، تلگرام و یا با ایمیل با ما در میون بگذارید. پایدار باشید.